عکس‌های متفاوت مقابل سردر دانشگاه تهران. زنان و آنچه می‌پوشند چطور به مهمترین نشانه شکاف سیاسی در ایران امروز بدل شده و آیا این شکاف قابل تعمیم به همه جامعه است؟ من فرناز قاضی‌زاده هستم و به شما در صفحه 2 خوش آمد می‌گویم. سلام. سه عکس که حالا نماد سه نوع نگاه به جامعه ایران شده. در عکس اول مقابل سردر دانشگاه تهران زنانی بیروسری با لباس‌های فارغ التحصیلی با شال قرمز روی لباس سیاهشان ایستادند. محل عکس و اقدام آنها سمبولی است از مقاومت در مقابل حکومت، چرا که این زنان حتما از عواقب احتمالی کارشان مطلع بودند و با وجود این دست به اقدامی زدند که به عقیده بسیاری اقدام شجاعانه تلقی می شود. عکس دوم در فضای متفاوت گرفته شده. زنانی پوشیده در حجاب مورد تایید حاکمان برای طعنه به گروه اول مقنعه و ماسک قرمز زدند. هماهنگیشان و بعدتر فیلمی که از مراحل رسیدن به محل و گرفتن عکس منتشر کردند، باور اینکه عکس دوم خود جوش باشد را سخت می کند. عکس تصویری است که جمهوری اسلامی به طول عمر خودش همه کار کرده که نیمی از جمعیت کشور را به آن شکل درآورد. تلاشی که هرچه می‌گذرد نتیجه بخشی آن بیشتر زیر سوال است. اما عکس آخر که روشن هم نیست واقعی است یا فتوشاپ، زنان جوانی را نشان می‌دهد که با سر و شکلی متفاوت از هم کنار یکدیگر ایستادند. در صورت و رفتارشان رفاقت و مهربانیشان به هم دیده می‌شود، اما شیوه پوشش آنها بسیار با هم فرق دارد. از حجاب صفر تا بی حجاب همه هستند. عکس از نظر محتوا شباهت بسیار زیادی به عکس‌های اوایل انقلاب یا پیش از آن دارد. تکثر در جامعه ایران چطور این همه سال از سوی جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده؟ آیا مخالفان جمهوری اسلامی هم این تکثر را نادیده می‌گیرند و شکافی که از آن صحبت می‌شود بر جامعه ایران چه تأثیری دارد؟ فعلا یک مهمان با ما هستند، مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن از پاریس با ما هستند. آقای نجفی، شما من دیدم که در این باره مطلبی هم نوشتید و به روشنی از عکس سوم دفاع کردید و گفتید این جامعه هست، جامعه واقعی ایران این شکلی هست. ممکن هست که در موردش توضیحی بیشتری به ما بدید؟ من یه تصحیح کنم که گفتم جامعه اون نقطه ایدئال جامعه ما و پتانسیل هایی که در جامعه ما هست به سمت ایران مدنی است، یعنی ایرانی که تکثر درونش به رسمیت شناخته بشود و منزلت شهروند اصل اساسی جامعه مدنی باشه، به این معنی که آزادی حجاب به عنوان یکی از انشعابات اصل آزادی به رسمیت شناخته بشه و ما مسائل عمده تری در جامعه به سمت حلشون بریم و اصولا مسئله مثل پوشش دغدغه اصلی جامعه نباشه. من فکر کنم معدل جامعه ایران به این نوع همگرایی و این زیست در کنار هم اعتقاد داره و من فکر کنم بازخوردی هم که مطلب خورد به اعتقاد من این ایران مدنی یک آرزو و یک خواسته‌ای هست که در نسل‌های فعلی داره دنبال میشه و به اعتقاد من پشتوانه تاریخی هم داره. من متناسب با این شرایط از این عکس دفاع میکنم که این عکس به نوعی یک باز تولید یکی از مطالبات اصلی جامعه مدنی ایران است که به سمت پذیرش تکثر در عین به رسمیت شناختن اون وحدانیت ایران، یعنی وحدت در عین کسرت داره حرکت میکنه و برای اینم یه استدلالهایی دارم. مسئله عمده این هستش که در واقع اون کسانی که در ایران حجاب دارند ظاهرا در طول این سالها با مشکلی روبرو نبودند. اونها کسانی هستند که منطبق با رفتاری که حکومت از زنان انتظار داره هستند، اما بخش دیگر به شدت در این سالها زندگی سختی داشتن در خیلی از مواقع. هر روز که اینها میخوان از خونه خارج بشن باید به این فکر بکنن که چی بپوشن که ممکن است کسی بهشون کاری نداشته باشه، ممکن هم هست که جلوشون رو بگیرن و به سختی آزارشون بدن. فکر میکنید که آیا میشه این دو رو حقشون رو در ترازو کنار هم گذاشت با توجه به اون چه که ظرف 40 سال گذشته جمهوری اسلامی با این دو طیف کرده؟
من معتقدم یکی از اصلهای اساسی و مبانی اصلی دموکراسی حفظ حقوق کسانی است که بیشتر زجر میکشن، بیشتر تحقیر میشن. من معتقدم با توجه به اینکه یک ساخت اسلامی داشته حکومت ایران و اجبار و حجاب رو به عنوان یک اجبار تحمیل کرده به جامعه، این وظیفه کسانی است که دینداری مستقل دارن، یعنی دینشون رو نه از بابت رویکرد ایدئولوژیک حاکمیت بلکه به عنوان یک نگاه به جهان گرفتن، و وظیفه اینا هست که بیشتر از حق زنانی که منتقد حجاب اجباری هستن دفاع کنن. اصلا ما نمیتونیم این دو رو کنار هم بذاریم. به اعتقاد من اگر دینداری بر اساس اصل آزادی تعریف بشه و مطابق به اون تعریف بشه، این وظیفه دینداران است که از حق آزادی حجاب کسانی که اعتقاد به حجاب ندارن و اصلا کسانی که شاید به اسلام اعتقاد نداشته باشن دفاع بکنن، و اینا رو نمیشه در کنار هم در یک ترازو قرار داد، و من به این نم واقف هستم. و به اعتقاد من اصولا ما موقعی که از ایران مدنی صحبت میکنیم، یکی این که ایران مدنی بیشتر از این که دفاع اکثریت درش، اون حق اکثریت درش مهم باشه، حق اقلیت ها درونش مهمه. بیشتر از همه اینه که افرادی که بیشتر تحقیر شدن، افرادی که بیشتر زجر کشیدن، از اونها بیشتر دفاع بشه. من فکر کنم این معدل جامعه ما هم هست، یعنی ما داریم به این سمت حرکت بکنیم. برای همین من این ایران مدنی رو نه یک وهم، یه رویا میدونم، و این یه پشوانه تاریخی هم داره. من چون مهمان دیگر ما هنوز مشکل تکنیکی هست و وصل نشدم، مجبورم باز هم با شما ادامه بدم. آقای نجفی معذرت میخوام که سوالات متعددی از شما پشت هم میپرسم، اما سوال بعدی من برمیگرده به این که این تصویر اساسا برای ما که به خصوص خارج از ایران هستیم، این که یه تعداد زن جوان بیان مقابل دانشگاه تهران، سمبل تمام حرکت‌های فرهنگی در جامعه ایران، بیستند بدون حجاب، خیلی به نظر عجیب میرسه. اما در داخل ایران، شما توییت هایی که از داخل ایران میخونید، برای مردم اونقدر عجیب نیست. ظاهرا در سالهای اخیر تفاوت چشمگیری در شیوهی که مردم با در واقع اون شیوه های حکومت دیکته شده از سوی حکومت دارند بسیار تفاوت کرده. به نظر شما این تفاوت از کجا میاد؟ آیا تفاوت نسلی هست یا اینکه به لحاظ سیاسی اتفاقی افتاده؟ من به اعتقاد من جبهه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، یعنی اون نگاه حاکمیتی به دین، شکست خورده. علت این که این یک مقداری هم حساسیت در داخل کمتر شده، به خاطر عمومی شدن حرکاتی از این دست هستش، به خاطر اون قدرت جنبش زنان ایران هست که این رو به عنوان یک مطالبه همگانی مطرح کرده. من فکر کنم علت حساسیتی که نسبت به عکس اول به وجود اومد بیشتر به خاطر عکس دوم بود. عکس دوم به نوعی واکنش به بازنمایی این حرکت و این اعتراض نافرمانی مدنی بود، و به اعتقاد من عکس دوم در راستای سلطه بود، در راستای خفه کردن عکس اول، و عکس سوم در راستای یک همزیستی بود، سعی کرد یک سنتزی بین این دوتا به وجود بیاره. من گمانم اینه که علت حساسیتی که در جامعه نسبت به این قضیه به وجود اومد، به خاطر حساسیتی هستش که سلطه اقلیت بر اکثریت حاکم میکنه. حالا این مسئله اصلی هم به نظر من حجاب نیست، مسئله اصلی تحقیره، مسئله اصلی این که به رسمیت نشناخته شدن شهرونده. بله. مسئله اصلی اینه که هنوز ما به سمت یک ایران شهروند ندار حرکت نکردیم، و اصولا ایدئولوژی که در حاکمیت الان ما مشاهده میکنیم مخالف این هستش، و به خاطر اینکه ما یک روندی طی کردیم در این چند دهه، مطالبات عمیق شده و الان عرصه عمومی ما گسترده شده و به خصوص بازنمایی این مطالبات بیشتر شده. بله. این در این زمینه به نظر من حاکمیت از لحاظ نمادین شکست خورده، یعنی در جنگ نمادها این اکثریت معترض و اکثریت تحقیر شده توسط اقلیت حاکمیت هستش که تونسته تا حدودی پیروز بشه، و من این تفسیر عکس و این آنالیز عکس ها رو در این راستا ارزیابی می‌کنم. من خوشبختم که بگم میترا زرگر جامعه شناس هم از نیویورک به ما پیوستن. متاسفم با اشکال تکنیکی که داشتیم طول کشید، امیدوارم ولی شنیده باشید خانم زرگر بخشی از صحبت‌های آقای نجفی رو. ایشون سلام عرض می‌کنم خدمتتون و عذرخواهی می‌کنم بابت تأخیر. نه خواهش می‌کنم، من می‌خواستم ارزیابی شما رو ببینم. به لحاظ جامعه شناختی به نظر شما چه اتفاقی افتاده یا داره می‌افته در جامعه ایران که ما شاهد این عکس اول هستیم و بعد اون بازخوردی که به نظر میاد که به هر حال بازخورد حکومتی هست؟
بله، من سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. این رو بگم خدمتون که به نظر من اساسا مسئله که حکومت جمهوری اسلامی داره، یه حکومتی که در بسیاری مواقع خواسته یا ناخواسته بحران سازه، یعنی دست به بحران میزنه، و این تا حد زیادی مشخصا من راجع به این مسئله برمیگرد به ماهیت این حکومت. ولی مشخصا راجع به این مسئله بخوایم بگیم چرا ما شاهد بحران‌های متوالی و پی در پی این چنین هستیم، بعد بگم که میشه از دو دیدگاه مرتبط با هم مسئله رو نگاه کنیم. یکی اینه که پدیده تازه‌ای نیست، نگاه کردن به زنان، پوشش زنان و بدن زنان به عنوان امری سیاسی پدیده تازه‌ای تو تاریخ معاصر ما نیست. بعد دوم اینکه حکومت جمهوری اسلامی حیثیت خودش رو وابسته به مسئله حجاب و زنان کرده، و این دوتا مسئله وقتی با هم تلاقی پیدا میکنن بی تردید مسبب ایجاد بحران میشه. من نمیخوام وارد بحث امر سیاسی و بدن زنان بشم، ولی لازم این اشاره رو کنم چون گفتم تو تاریخ معاصر. به عنوان مثال ما توی زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی میبینیم تو اون روند نوسازی و اصلاحاتی که وجود میاره، یکی از شاخص‌های اصلاحات بحث بی‌حجابی بود و تأکید بر بی‌حجابی به عنوان یکی از نمادهای نوسازی. ولی اجباری درش نبود. نه خانم زرگر، فکر کنم تفاوت در اجباره. بله، من دقیقاً به این نکته میرسم. نه درسته، اجبار نبود، ولی بحث اینه که ما کلن بحث این حکومت یا اون حکومت نیست. من یه پرانتز باز میکنم، مثلا دارم میگم زمانی که شوروی اتحاد جماهیر شوروی بود، بازم این نگاه بزن یه فراتر از حکومت ها ما بیایم نگاه بکنیم، کلن نگرش بزن چون تحلیل ها از یک نگاه مردانه هست تو تمام جوامع، همیشه اولین نقطه ای که بازیچه قرار میگیره بدن زن، پوشش زن و کنترلی که بر اون میشه. من این پرانتز میگم که برگردم به فرض تو زمان حکومت شوروی، خب طبیعتاً یه حکومت سوسیالیستی بود و اعتقادی به حجاب نبود، ولی این دفعه زن با عنوان که دستگاه تولید مثل میدیدن و از این جهت هر چی زنی تنومندتر و چاختر بود، یه زنی بود که با استانداردهای حکومت بیشتر جور در میاد. خب هر چی حکومت جنبه ایدئولوژیک بیشتری داشته باشه، این نگاه به بدن زن به عنوان امر سیاسی بیشتر میشه. من برمیگردم به بحث قبلیم، این که گفتم که خدمتتون توی همون روند نوسازی زمان شاه هم بله اجبار نبود، ولی باز هم ما میبینیم هم یعنی وقتی میخوان زمان شاه رو و پیشرفتاشون نشون بدن، یکی از چیزایی که روش انگشت میذارن فقط بحث آزادی نیست بله. که ما اینو داشتیم. متوجه. فقط چون وقت کم هست، من میخوام یه مقدار تمرکز بحثمون رو بگذاریم روی وضعی که الان باش مواجه هستیم. من میخوام به این بحث برسم. حتما میرسم. سال 57 ما میبینیم که زنها، همه گروه ها و مردم احزاب این انتظار رو داشتن که از زنان چادر بپوشن به عنوان یک نمادی از مقاومت، یعنی بازم به عنوان یک امر سیاسی. درسته. پس ما اینجا یه مسئله داریم، پوشش زن به عنوان امر سیاسی، ولی نکته ای که هست به قول فرماشون چون بعد از انقلاب این مسئله برجسته تر میشه و اونم به دلیل ماهیت حکومتی که میاد حتی شخصی ترین چیزها رو، همه امور رو، فضاها، مکانها، کنشها، رفتار، تمام اینها تبدیل به امور سیاسی میشه. بله. و هیچ بودی خارج از خب متوجه. من فقط میخواستم اینجا یه سوال دیگه رو وارد بکنم. به نظر میرسه که شیوهی که ما ظرف سالهای گذشته با یه همچین اتفاقهایی در ایران مواجه میشدن، حکومت مواجه میشد، به نظر میرسه که یه تغییری کرده. من نمیخوام حالا این باعث بشه صحبت من که فردا کفن پوشا بریزن جلوی دانشگاه تهران، ولی واقعا شاید اگر که مثلا در اوایل دهه 70 اوایل دهه 80 اگر این اتفاق میافتاد، ممکن بود که فردا کفن پوش ها مقابل دانشگاه تهران باشه. الان میبینیم که انگار یک تفاوت ماهوی پیدا کرده شیوه مقابله با این داستان. آیا شما همین رو میبینید یا این فقط برمیگرده به دقیقاً اتفاقا یکی از تضادهای ذاتی نظامهای تمامیت خواه همینه. یک طرفی ایدئولوژی بسته‌ای دارن که تمام پرسش و پاسخها توش هست، تمام کنش ها تعیین شده است، و یک طرف یک جامعه پویاست. من وقتی واژه پویا رو به کار میبرم الزاما بار مثبت یا منفی، جامعه‌ای که در حال تغییره. ما جامعه ایران رو میبینیم که شدیداً در حال تغییره. اینجاست که تقابل به وجود میاد بین اون خواستهای ایدئولوژیکی که نظام داره و تمامیتش وابسته به اونه،
و اون طرف جامعه پویایی که با زنان و دخترانی مواجه هستیم که بر نمیتابن اینا رو. و همینه که میگم این رژیمی که مرتب برای خودش بحران درست میکنه و این بحران ها ذاتی این رژیم اجتناب ناپذیره، نمیتونه ازش فرار کنه. بله من تو کامنت ها میخونم که یک پرسیده بود که خب چرا راحت نمیگذرن، حالا 4 تا عکسن 2 تا عکسم گرفتن بی حجاب، آقا بی سر صدا بگذرن. بحث اینه که دقیقاً به همون دو امری که خدمتتون عرض کردم، یکی بحث اینه بدن زن یه امر سیاسیه، دو حیثیت رژیم وابسته به این تعریفه از بدن زنه. من بزنید از آقای نجفی هم نظرشون راجع به این بپرسم. آقای نجفی، آقای فکر میکنید که نظام داره تغییری میده در شیوهی که میخواد در واقع نظر خودش رو دیکته بکنه به زنان، با توجه به همین تفاوتی میگم که عرض کردم، در واقع اون مثلا حالتی که کفن پوشا در مثلا اوایل دهه 70 80 میمدن، الان یه شیوه دیگه ای میبینیم؟ من میخوام به پاسخ شما رو به تحولات عمیقی که تو جامعه رخ داده ارجاع بدم. به اعتقاد من تحولات عمیق تو جامعه ایران رو باید روی نظریه تصاحب عرصه عمومی تفسیر بکنیم. جامعه ایران چون که از طرف اقشار مختلفی تحت ستم بودن، تحت تحقیر بودن، تلاش میکنن مکانهایی رو که جمهوری اسلامی قصد دارد همه رو تصاحب کند به نام یک ساختار ایدئولوژیک، اینها رو تصاحب بکنن. حجاب و اون بحث آزادی و حالا زنان و این مسائل، اینها فقط یه بعد از این قضیه، در بسیاری از ابعاد دیگه هم ما شاهد این تقابل برای تصاحب عرصه عمومی به عنوان محل بروز و نمود اون تکثر جامعه ایرانی با حاکمیتی که تلاش میکنه این تکثر رو نابود بکنه، ما شاهد این تقابل هستیم. و اگر شما میبینید که جمهوری اسلامی در یه جاهای کوتاه میاد، به خاطر گسترده شدن این تلاش ها هستش، نه تنها از طرف زنان بلکه از طرف خیلی از شهروندان دیگه. و به این خاطر که من تایید میکنم حرف مهمونتونه که ما در حال حاضر یک جامعه پویایی داریم که برای تحقق عرصه عمومی، برای استیفای حقش و برای به رسمیت شناخته شدن خودش به عنوان شهروند، در برابر این ساختاری که تمایل داره تمامیت خواهی رو حاکم بکنه و تکثر رو سرکوب بکنه، داره خودش رو تقویت میکنه. و به این خاطر که جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شده. این بسیار بحث مهمی هست خانم زرگر. من میخوام از شما این رو بپرسم که چقدر فکر میکنید که نزدیک هستیم به نقطه‌ای که جمهوری اسلامی بازنگری بکنه در این نگاهی که به مسئله زنان داشته؟ به نظر میرسه که صداهایی از داخل خود جمهوری اسلامی میشنویم، از بعضی از نظریه پردازان داخل خود حکومت جمهوری اسلامی که این شیوه کار نکرده. قبلا میگفتن که باید شیوه هامون رو محبت آمیز کنیم، ظاهرا اون شیوه های محبت آمیز هم کار نکرده. بنابراین چقدر واقعا میبینید که جمهوری اسلامی بخواد یه تجدید نظر جدی بکنه روی این موضوع؟ من بعید نمیدونم، نمیتونم پیش بینی بکنم چیزی رو، ولی اون چیزی که هست با توجه به اینکه من بازم میگم ببینید بچه مشروعیت بخش این نظام بچه ایدئولوژیک مذهبیشه و ما میدونیم که توی اون بچه ایدئولوژیک مذهبی زنان یه نماد خیلی برجسته هستن. اگر بخواد از این عدول بکنه، یعنی بیاد به طور رسمی بگه آقا حجاب اجباری نیست، من نمیدونم آیا اون وقت آیا وجوه دیگر رو هم میتونه این حفظ بکنه، آیا میتونه ماهیت تمامیت خواه خودش هم حفظ بکنه. میدونید من تصور میکنم اگر هم همچه اتفاقی بخواد بیفته، همون روندی که تا الان داریم میبینیم، یعنی از دهه 60 تا الان داریم میبینیم توی این دوره 40 ساله این روند تدریجی خودجوشه بدون اینکه حکومت بیا چیزی رو اعلام بکنه. ما میبینیم اگر جایی حساسیت ایجاد نشه دوچرخ سواری میکنن، خود چشمشون هم میبندن. ولی بعید میدونم این چشم پوشی ها به جایی بخواد برسه که بخوان تبدیل به یه قانون بشه یا بگن آقا کاری به کسی نداری. حداقل من فعلا این چشم انداز رو نمیبینم. خانم زرگر ممنونم. امیدوارم که اشتباه کنم. ممنونم از شما. آقای نجفی ممنونم از شما. متشکرم که در این بحث شرکت کردید. اما دعوت کردیم از حاتم قادری، استاد پیشین علوم سیاسی در دانشگاه تربیت مدارس تهران، از همین شهرفرما. نظرات آقای قادری درباره شرایط سیاسی اجتماعی در ایران در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، برای همین هم از ایشون دعوت کردیم که نظرشون راجع به این موضوع هم جویا بشه. آقای قادری حتما شما هم عکس‌ها رو دیدید، راجع بهشون شنیدید، نظرتون چیه راجع به این اتفاق؟ من دوست دارم بحثمو در واقع از یک عقیده خودم مشکل ذاتی، یعنی یک خصلتی
جمهوری اسلامی با حاکمیت داره که اگر متوجه اون خصلت نباشیم شاید خیلی خوب متوجه مسائل نباشیم. یعنی این همه تعارض‌هایی که در جامعه وجود داره، شکاف‌هایی که وجود داره، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، بقیده من اگه بخوام یک سرجمعی ازش به دست بدیم برمیگرده به یک مشکل ذاتی. مشکل ذاتی رو من میخوام با یک تعبیر به کار ببرم، تعبیر گتو. گتو البته مربوط به گروه های اقلیت یهودی بود در دوران مثلا قرون وسطا به بعد در اروپا، یعنی یک عده آدم هایی که در یک محله یا یک مجموعه خیلی محدودی بسته زندگی میکردن و اجازه نمیدادن که هیچ گونه نور تازه‌ای، هوای تازه‌ای، اندیشه تازه به درون اونها رخنه بکنه. بیرونی هم حاضر نبودن اونها رو بپذیرن. بقیده من جمهوری اسلامی نوع تفکری که داره، یعنی نوع برداشتی که تشیع داره از یک طرف و نوع آموزشی که هیئت حاکمش دیدن که عمدتا روحانی هستن از طرف دیگه و پیچیدگی ها و مقتضیات زمان کنونی به گونه رقم زده که اینا نوع گتوی نوین هن و این گتوی نوین شدیداً در قبال هر چیزی که به خانون اساس و شالوده شو مورد آزار قرار بده مقاومت میکنه و ایستادگی داره. ولی میپذیرید که شکاف کاملا قابل مشاهده ای در جامعه ایران دیده میشه؟ جمهوری اسلامی با این شکاف چه میتونه بکنه؟ ببینید در جامعه شکاف هست، شکاف ها زیاده و خیلی هاش هم عاملش خود جمهوری اسلامی است. ولی جمهوری اسلامی به جز اون ملاحظات ابتدای انقلاب، یعنی درگیری گروه های مختلف، ائتلافی که علیه شاه بود، وضعیتی که در پاریس زمان آقای خمینی حاکم بود، اونها یه مقدار ملاحظات ایجاد کرد. هرچی که گذشت این خصلت گتو بودن خودشو آشکار کرد. از همون ابتدا شما می‌بینید به دو گروه خیلی برخورد کردن، دو گروهی که نه به جهت کمی شبیه هم نه به جهت شرایط، یکی بهایی‌ها بودن یکی زنان. بهایی‌ها و زنان از همون ابتدا، یعنی حکومت بدون هیچ گونه رودرواسی با اینا برخورد کرد. بهایی‌ها ناپدید شدن، اعدام شدن، از کار بیکار شدن، اخراج شدن، تحت فشار قرار گرفتن، مجبور شدن توبه بکنن. زنا از همون ابتدا بحث حجاب در واقع هرچی هم جلوتر اومد این بیشتر بود. من تصورم اینه که اون گتویی که اینها تشکیل دادن و الان هم در این دولت جدید از شدت خیلی بیشتر برخورداره، برخی عوامل براشون اصلا قابل تحمل نیست. یعنی یکی از این عوامل که براشون بسیار سخت تحملش پیکر و وضعیت زنه. یعنی پیکر و وضعیت زن میتونه به انفجار درونی این گتو منجر بشه. برای همین شما این همه نوع سیاست ورزی، سیاست گذاری، فشار، تهدید، تطمیع به کار میبرن. شما برای اینکه این وضعیت گتوی رو نگاه بکنید که همش با پرده و با پوشش و با میگم سرکوب همراهه، کافیست که به این وضعیت مثلا اون اسم چیه پارچه که جلوی دانشگاه تهران زدن، این سمبول همین گتو هست. البته گفته میشه که اون پارچه هست که زمانی که در واقع عکس قبل از این اتفاقها گرفته شده و مربوط هست به نماز جمعه هفته پیش از اون. ولی من میخوام سوال رو از یکی دیگه از مهمانها هم پرسیدم، میخوام از شما هم بپرسم. الان به نظر میرسه که بحث حجاب به یه زمانی بحث روز ادبیات سیاسی در داخل جمهوری اسلامی نبود، الان هست. بعضی از نظریه پردازان داخل حکومت جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنن و راجع به این حرف میزنن که ما باید تجدید نظر بکنیم، اگر قانون هست قانون رو باید تغییر بدیم. اجبار در حجاب نتیجه نداده. آیا شما میبینید که جمهوری اسلامی با مختصاتی که ازش سراغ داریم هرگز بره به سمتی که بخواد قانون حجاب اجباری رو تغییر بده؟ ببینید من به همین بحثی گتو برمیگردم. اون شاکله و اون هسته اصلی گتو، اونا اصلا امکان نداری هم چیزی رو اجازه بدن. یعنی اونا به این امر رضایت نمیدن مگر یک استعاله صورت بگیره، اون شاکله اصلی دچار تغییراتی بشه و بعد بعدی ها احساس بکنن باید اینو باز بکنن. و الا زن، پیکر زن در این گتویی که اونا برای خودشون ترسیم کردن یک امر بسیار ویرانگره. این هسته ای که پیرامون خود الان آقای خامنه‌ای هست، دفتریشون هست، مدده‌ها هستش، بعضن سپاه هست، یعنی اونجا احساس میکنن جایی که باید بیستن براشون نوع خط قرمزه. شاید مماشات بکنن، شاید بعضی موقع به زبانهای دیگر هم استفاده بکنن، ولی این به خاطر این که بتونن به اون تدبیر نهایی برسن. اینا با این هسته ای که الان وجود داره امکان نداره به پیکر و وضعیت زن آزادی بدن. اگر میگم استعاره صورت بگیره، برخی در واقع خب
عمرشون بالاست دیگه به جهان نمانند، تغییراتی پیدا بشه، دیگران بیان. اونا احساس کنم مثل عربستان، یعنی یک بعضی هم وضعیت جدیدی، ولی با این گروه ها نه. در خود در واقع گروه های دینی کسانی هستن منتقد وضعیت هم، ولی اونا قدرت ندارن. اونا همیشه کسانی هستن که فکر میکنن که در واقع دارن مسیر لیبرالیسم رو میرن، تن به لیبرالیسم دارن. دولت جدید هم اومده که آخرین در واقع خطوط خودش رو تحکیم بکنه، و یکی از این خطوط در اینجاست، یکیش آن چیزی که میگن به اصطلاح اون ژرفای استراتژیکه که عراق و سوریه هست، و هیچ توجه ندارن که ژرفای استراتژیک در واقع وضعیت جوانانه، وضعیت زنان ایرانه، وضعیت اقتصادی ایرانه. برای همین به یک بنبستای افتادن که هر کس هم نخواد به این بنبستا تن بده، تصور بر این میشه که لیبرال شده، انحراف شده و از اتحاد خارج شده. اصلا گفتمان جمهوری اسلامی بر اساس تقویت گتوی حاکمیته. برای من با این حاکمیت فعلی بعید میدونم. من یک دقیقه بیشتر وقت نیست آقای قادری، ولی میخوام این سوال از شما بپرسم. جامعه ایران دائما میشنوه که با تهدیدهای زیادی روبرو هست. این جامعه چنانچه با این شکاف ها بخواد ادامه بده، چطور با اون تهدیدها میتونه روبرو بشه؟ من بارها تو صحبت های خودم از جمله با بی بی سی گفتم که با یک خطری ما رو به شدت تهدید میکنه، اونم فروپاشی اجتماعی است، و این وضعیت گتو مانند مرتب تعارض ایجاد میکنه. یعنی مرتب در واقع هر نوع نگاهی، اندیشه، نوری، هوایی رو در واقع دفع میکنه. حتی در درون خودش همین میزان در رد صلاحیت های انتخابات اخیر نشون میده که تو کجا گتو داره بسته میشه، و این میتونه تعارضزایی رو به اون اوج خودش برسونه. و اگه این شرایط ادامه پیدا بکنه، من نگرانم جایی برسه که تجمیع مطالبات دیگه قابلیت جمع شدن زیر یک سقف واحد به نام ایرانی وجود نداشته باشه. ممنونم از شما حاتم قادری، استاد پیشین علوم سیاسی از تهران با ما، و ممنونم از شما که بیننده این برنامه صفحه دو بودید. شب و روزتون خوش.